سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز دوشنبه 8 آگوست را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه خودمانی روی آهنی تاجیکستان رفت و آمد آزمایشی قطارها در مسیر دوشنبه کلوب را آغاز نموده به افتتاح رسمی این مسیر آمادگی میبینند. مقامداران قزاق میگویند حمله به دهه توجیک تبران نویه مقطع ارال نزوی بین قومی نیست. طبیبان دخترک 7 ساله را دیدند. بر اساس خلاصه های تشخیص طبی دختر را تجاوز نکردند. کار ادامه دارد و والدین بچه ها که در همسایگی زندگی دارند دست یکدیگر را فشردند و مسئله تمام شد. کسوه صاحب استقلال صاحب اولین مدال المپی شد. من اثبات کردم که حتی بعد جنگ خانم موسوزه که از سر ما گذشت آنها می توانند به مقصد خود برسند. اگر آنها تشنه مدال المپی باشند حتما به آن موفق می شوند. و اکنون تفسیر خبرها. مقامات تاجیکستان گفتند رئیس دادگاه یکی از نواحی ولایت سوغد را بازداشت کرده است. آژانس مبارزه با فساد روز 8 آگوست گفت خورشید سنگین‌زاده رئیس دادگاه نواحی بابوجان غفوروف با اتهام گرفتن و پیشنهاد رشوت به مبلغ 50,000 دلار متهم می شود. امر بازداشت دادرس نواحی و رانندهاش را دادگاه عالی هفته پیش صادر کرده است. خورشید سنگین‌زاده که رئیس دادگاه نواحی شهرستان بود سال گذشته رئیس دادگاه نواحی بابوجان غفوروف تعیین گردیده است. نخستین قطاره روی آهن در روی دوشنبه کلوب حرکت سنجشی را انجام داد. این روی آهن برای حمل و نقل مسافران و مال و کالا استفاده می شود و افتتاح رسمی آن روز 24 آگوست صورت می گیرد. این راه واردات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان به بازارهای پایتخت را آسان می کند. اینچنین صادرات محصولات کشاورزی از جنوب تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. از سال 2011 پس از تخریب قسمت روی آهن اموزنگ ترمیز در قلمرو ازبکستان حرکت قطارها از کلوب به قرغون‌تپه و همین طور به دیگر مناطق قطع شده بود. بعد از این حکومت تاجیکستان با خرج 61 میلیون سومانی به بنیاد مسیر نو که ختلان را از انزوای ارتباطاتی و اقتصادی بیرون می‌آورد اقدام کرد. در ولایت ختلان یک ساکن نواحی قبادیان از بیماری تبی خونین فوتیده و 6 تن دیگر بستری شدند. طبیبان بیمارستان مرکزی نواحی قبادیان روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند جوان 25 ساله را کانه گزیده و 2 روز پیش او را به بیمارخانه نواحی شهر توز برده بودند ولی او در همانجا جان داده است. یک ماه پیشتر بر اثر این بیماری 2 ساکن نواحی بختر نیز جان دادند. سرداری ریاست تندرستی ختلان میگوید طبیبان تمام تلاش را کردند که بیماری در دیگر جای پهن نشود. سربایتورای نویا قریبا خوریم و باریدیون با اومن در صدی ویلایه در کمیسی زیدی بیتینگی سیتو دیست زیدی بیتینگی باشد با سرباری موینی رئیس ویلایت بیتانگ داشت. تبی خونین از بیماری‌های خطرناک سرایتی است که در صورت سری وقت تبابت نکردن انسان را در مدت 3 تا 5 روز به هلاکت می‌رساند. در دوشنبه در یک نشست بین المللی تهدید افرادگرایی جوانان به امنیت منطقه را بحث کردند. شرکت‌داران گفتند تلاش‌های کشورهای آسیای مرکزی برای پیشگیری از افراطی شدن جوانان چندان نتیجه دلخواه نداده است. همکارمان در دوشنبه سرویناز روح الله این نشست را پیگیری کرد. امروز در کاخ افسران در شهر دوشنبه همایش بین المللی زیر نام افراطی شوی جوانان تهدید به امنیت آسیای مرکزی برگزار شد که در آن کارشناسان و تحلیلگران از تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان نیز شرکت داشتند. در این نشست شامل شوی جوانان به گروه های افراطی یک خطر در آسیای مرکزی عنوان شد. همچنین گفتند که یکی از ضعف ها این حرفه‌ای نبودن مقامات در کار خود هستند و کارشناسان میگویند که تا هنوز یک استراتژی مخصوص وجود ندارد که از پیوست شوی جوانان پیشگیری کند.
сейчас Охбута Жулдузбекова, устоди донишгоҳи Евроосиёӣ дар шаҳри Остонаи Қазоқистон гуфт, омилҳои аслии гароиши ҷавонон дар ин се кишвар тақрибан якранг аст. Ба қавли ӯ, ҷавонони ин се кишвар, ки ба давлати исломии Ироқу Шом пайвастанд, аксаран таҳсил кардаи донишгоҳҳои исломии кишварҳои хориҷӣ ҳастанд. Вай мегӯяд, аз оғоз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҳдидҳои ифротишавии ҷавонҳоро ҷиддӣ нагирифтанд ва ин боиси фаъолтар шудани онҳо гардид. Як масъалаи дигар, истифодаи гурӯҳҳои ифроти аз фановариҳои навину интернет дар пахшу таблиғи ақидаҳояшон аст. در حالی که ساختارهای حفظ حقوق عادت کرده به متدهای قدیمی کار می باید راههای مؤثری مقابله با این تهدیدها را به کار برند. За последние 5 лет в Казахстане за террористические преступления осуждены около 200 человек, а за преступления с признаками экстремизма 180. Большая часть лиц, причастных к этим деяниям в возрасте до 29 лет. Анализ совершенных терактов показал, в основном атакующая сторона являются террористы. Практически силовики никогда к данному нападению не были готовы. Таҳлилгари масоили мазҳабӣ дар Тоҷикистон Фаридон Ҳодизода мегӯяд, бо он ки мақомоти интизомӣ ҳамеша аз иқдомҳои худ барои пешгирӣ аз ифротишавии ҷавонон ҳарф мезананд, аммо ҳанӯз ҳам ин раванд коҳиш наёфтааст. Агар як омил фаъолияти ғайриҳирфавии мақомот бошад, аз сӯи дигар ҳоло дар кишвар стратегияи махсусе барои ҷилавгирӣ аз ифротишавии ҷавонҳо вуҷуд надорад. Мо тақрибан 20 сол боз як ҷанги як муқовимат карда истодем, аммо ҳама вақт мо дастболо намешавем. Террористҳо ва экстремистҳо дастболо мешаванд. Чаро ин мешавад? Барои он ки масалан ҳоло ҳеч кас намедонад, ки экстремист дар куҷост, радикализм дар куҷост ва терроризм чи аст. Ин баҳсҳо ва нигарониҳо дар ҳолест, ки ду моҳи қабл мақомоти Тоҷикистон хабар доданд, ки ба зудӣ стратегияи нави миллии мубориза бо терроризму ифротгароиро барои солҳои 2016-2020 қабул мекунанд. Дар ин стратегия асосан ба 4 нуқта тамаркуз шудааст: корҳои фаҳмондадиҳӣ дар робита ба терроризму ифротгароӣ миёни ҷавонон ва ноболиғон, ҷилавгирӣ аз истифодаи интернет бо истифодаи ифротгароӣ, пешгирӣ аз паҳншавии ақидаҳои экстремистӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ ва роҳна додан ба андешаҳои терроризм ва ифротгароёна миёни занон. Додгоҳи Душанбе 18 сокини шаҳри Роғунро бо гуноҳи даъват барои сарнагун кардани ҳукумати қонунӣ ба зиндон маҳкум кардааст. Наздикони баъзе аз маҳкумшудагон рӯзи 8 август ба радиои Озодӣ гуфтанд, ҳукми додгоҳ ҳафтаи гузашта содир шуд ва ин афродро ба тундгароӣ ва аз ҷумла пайравӣ ба ҷараёни салафия гунаҳгор донистааст. یکی از این ساکنان روستای قلعه نو را به 10 سال زندان، یکی را به 3.5 و بخیر را از 5 تا 5.5 سالی به زندان محکوم کردند. همه این افراد ماه مار در مسجد قلعه نو دستگیر شدند، ولی خویشاوندانشان میگفتند که آنها بی‌گناه هستند. خود دادگاهی دوشنبه در این باره خبری رسمی نشر نکرده است و وکیلان دفاع محکوم شدگان درباره حکم دادگاه چیزی نگفتند. Овозаҳо дар бораи таҷовуз ба номуси як духтари 7 солаи қазоқ дар ноҳияи Мақтаарали вилояти Қазоқистони Ҷанубӣ боиси ҳамла ба хонаҳо ва моли сокинони ҷамоаи Эралиеви ин ноҳия шуд, ки аксаран тоҷиктаборанд. Хабарнигорони радиои Озодӣ ба ин ноҳия рафтанд ва гузориши аз онҷо омода карданд. ҳамлаварон аз тарафи заминҳои кишт омаданд. Чун маъмурони полисро диданд, тарсида гурехтанд. از آن طرف دویدند، خانه اول را آتش زدند، بعد به اینجا آمدند. آوازه در باره آن که پسری تاجیک به دخترک 7 ساله قزاق دست درازی کرده است، سبب جنجال و مناقشه در محله عمدتاً تاجیک نشین در قزاقستان شد. در روستاهای سیفولین و دهان در جماعت یرالیف، جوانان قزاق به خانه های تاجیکان حمله کردند، چند خانه، مغازه و ماشین ها را آتش زدند و تاجیکان را لت و کوب کردند. در روستای خورده دهان 34 خانواده تاجیک ها زندگی میکنند. یکی از آنها حالا به سرپناه مانده است. من مادر 9 فرزندم. فرزندان من کشاورزی میکنند. تمام تابستان در زمین کار میکنیم و زندگیمان در زمستان از حساب همین است. ما کار دیگری نداریم.
لیلا وحشتی شبیه حمله را بیاد می آورد که چگونه از ترس نبیرگانش را در حمام پنهان کردند. مناقشه اول در روستای سیف‌الدین به وقوع پیوسته است، محله‌ای که گویا دخترک قزاق آنجا تجاوز شد. از بس که ماموران پلیس اینجا را محاصره کردند، جوانان قزاق به روستای دهان حمله بردند. عین زمان روستای سیف‌الدین همچنان زیر نظارت قرار دارد. مقامات می گویند ماجرا در جماعت رلیف نزاعی بین قومی نیست. طبیبان دخترک 7 ساله را دیدند. بر اساس خلاصه‌های تشخیص طبی دختر را تجاوز نکردند. کار ادامه دارد و والدین بچه‌ها که در همسایگی زندگی دارند دست یکدیگر را فشردند و مسئله تمام شد. ولی پدری دخترک میگوید که مسئله حل نشده است و قضیه را باید عادلانه بررسی کنند. ما جنجال را تشکیل نکردیم. ما قادر به این کار نیستیم. آنها نیز انسان هستند و ما هم. ما انسانها را به تاجیکان و قزاقها تقسیم نمی کنیم. برای ما مهم است که پرونده عادلانه بررسی شود و گناهکار جزا بگیرد. خبرنگارانی بخش قزاقی رادیو آزادی به خانه والدین نابالغ تاجیکی رفتند که بعد دست درازی به دخترک قزاق متهم می شود، ولی در آنجا کسی حاضر نشد با آنها صحبت کند. با وجودی برگشتن آرامی به جماعت، تاجیک تبران در تشویش و استرابند که حمله ها تکرار می شوند. مقامات قزاقستان می گویند 1,500 مامور امنیتی را برای تامین امنیت به اینجا سفربر کردند. 30 نفر برای شرکت در مناقشه دستگیر شدند و به غیر از سازماندهندگان بقیه را آزاد کردند. طبیبان می گویند 3 نفر به شفاخانه ناحیوی برای تبابت مراجعه کردند. در قوازمایه های اولیمپی روز یک شنبه در ریو دی ژانیرو برزیل اولین ریکورد های جهان گذاشته شده، همزمان یک زنی ورزشگر از کوسوو با کشورش اولین میدال اولیمپی را آورد. مسابقه های روز یک شنبه را همکارمون خیرومون با قوزاده پیگیری کرده است. مجلینا کلمندی 25 ساله نخستین ورزشگری کوسوو شد که برنده میدال طلای اولیمپیادا در ریو دی ژانیرو در بخش جودو گردید. کشوری کوسوو که سال 2008 استقلالیتش را از سربستان اعلام کرد، برای نخستین بار است که در بازی‌های معتبر ورزشی اشتراک میکند. پیروزی مجلیندا با شرافت مغلوب کردن رقیب ایتالیاییش اودتا جوفریده امکان پذیر شد. این کشوری خردی بالکان سال 2014 با عضویت کمیته بین‌المللی المپی پذیرفته شد و تا آن زمان ورزشگران زیر پرچم کشورهای دیگر هنرنمایی میکردند، از جمله مجلینا کلمندی. این خیلی مهم است. در کوسوو مردمی زیاد به خصوص کودکان به من همچون قهرمان نگاه میکنند. من اثبات کردم که حتی بعد جنگ خانمان سوزی که از سر ما گذشت، آنها میتوانند به مقصد خود برسند. اگر آنها تشنه مدال المپی باشند، حتما به آن موفق میشوند. المپیاد ایم سولا رکوردهای نوی دیگر را هم به نمایش گذاشت. از جمله روز یکشنبه سارا سیوستروم از شوئدیا در شناوری با متدی باترفلای نخستین طلای المپی را برد. سیوستروم قهرمان سه کاراته جهان در فاصله 55.48 ثانیه مسافه 100 متر را طی و رکورد نوی المپی گذاشت. تیم دخترانه کمانوران روسیه نتوانست در سبقت با کره جنوبی به طلا مشرف شود. مقام اول در رقابت های روز یکشنبه نصیب کره‌گی ها شد و روس ها بعدن گفتند در پس منظر ماجراهای مربوط به استعمال دوپینگ اندک خسته و روح افتاده بودند. شب یکشنبه مایکل فیلپس در شناوری استافت اوزو جای اول را گرفت و این 19مین مدال طلای ورزشگری آمریکایی شد. این رکورد فیلپس در جهان سابقه ندارد. برای ازبکستان هم رقابت های یکشنبه روز خوبی بود. در رشته جودو ریشاد صابیروف برنده مدال برنجی شد. نخستین مدال المپی امسال و آن هم برنجی را در بخش جودو با ازبکستان ورزشگری دیگر دیوربک اوروزبویف تامین کرده است. ورزشگران تاجیک هم قوا آزمایی در بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو را شروع کردند. مجزن معروف تاجیک انور یونسوف در نخستین دور انتخابی مسابقات بوکس در وزن تا 60 کیلوگرم
بر ورزشگری چین جونشان با حسابی 3-0 پیروز شد. جونشان برای انور یونوسف رقیب آشناست. امسال هر دو با هم در وزن تا 60 کیلوگرم دوبار رقابت کرده بودند. در مسابقات جهانی المپیک ماه ایون در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، انور یونوسف قصاصی باخت را گرفت. رقیب انور در دوری بعدی که روز 9 آوگوست دایر خواهد شد، موجزن معروف برزیلی روبسن کونسکاو می شود. بر اساس خوراکشی و بدون دوری اول به دوری دوم روخ یفته است. روبسون برنده مدال نقره و مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان می باشد. و اخبار بیشتر از این در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه.